سلام، صبح زیبای شما بخیر. اینجا شهر مزار شریف است و آرزو داریم که صبح پر از نشاط و شادمانی را همراه با اعضای خانواده هایتان آغاز کرده باشین. شنونده های عزیز، امروز با ما همراه باشین با برنامه های جالب و شنیدنی در بخش های خبری، علمی، فرهنگی، هنری، اقتصادی، اجتماعی و نیز برنامه های آموزنده دینی و دستورات اسلامی برای سلامتی خانواده ها. اینجا شهر مزار شریف است، شهری که بیش از 1 میلیون انسان در اینجا زندگی می کنند، دارای فرهنگ های مختلف هستند. در گوشه و اکناف این شهر هر لحظه شابستنی حادثه ای است، تلخ یا شیرین. اینجا رسانه ها هستند، بخصوص رادیو ها، که اخبار دقیق این حادثات را برای ما و شما می رسانند. دهم فوریه 24 دلو روز جهانی رادیو است. رادیو در سال 1307 هجری خورشیدی در افغانستان به فعالیت آغاز کرد. تا سال 1381 هجری خورشیدی تنها حکومت دارای رادیو بود. در اول اوت سال 1380 هجری خورشیدی با انفاذ قانون رسانه‌های خصوصی ما شاهد آغاز فعالیت رسانه‌های غیر حکومتی بودیم که در سال 1381 روند فعالسازی شبکه های شنیداری در کشور آغاز شد. من یک استاد هستم و در چندین موقعیت کار میکنم. جایی که من کار میکنم فاصله واقعا زیاد است و در این فاصله که مثلا از من از یک جا به جای دیگه میرم، یک ساعت دو ساعت یا مثلا یک نیم ساعت وقت بر میگیرم، من در این جریان از رادیو استفاده میکنم و رادیو واقعا وسیله بسیار خوبی است. من از رادیو مثلا بخشای یا پروگرام های سیاسی را، اجتماعی را، فرهنگی را، سیهی را و شرعی را گوش میکنم و چیزای زیادی را بالاخره از رادیو آموختم. روزانه مدت 12 ساعت یا 13 ساعت شهر مزار شریف تکسیرانی میکنیم و روزانه همراه ما که هست، یگانه همراه و یار یاور ما که هست، رادیو است. ما همیشه رادیو گوش میکنیم، برنامه های سیهی، برنامه های اسلامی، برنامه های آموزشی، همه برنامه ها را داراست. اینقدر معلوماتی که ما داریم از دیگرها که شاید زیادتر ما معلومات داشته باشیم، به خاطر اینکه زیادترین وقت ما همه برنامه ها را گوش میکنیم و معلومات ما در این باره بسیار زیاد است. رادیو گوش میگیریم به خاطر اینکه معلومات ما بالا بره، معلومات سیاسی، معلومات اقتصادی، معلومات اجتماعی، معلومات فرهنگی، معلومات هر معلوماتی که بوی از هر نگاه معلومات آدم بالا بره. رادیو خوبه، مشتری که باشه خود قد مشتری مصرفم، مشتری که نباشه باید من رادیو گوش میکنم، اینجا هم ساعت ما تیره، هم معلومات آدم بالا موره. این شبکه رادیویی که ما میخواییم گوش کنیم، بعض اوقات مسافرت یک جایی سر میخوریم، حتی به رکشا چی به هر چیزی که باشه، یک برنامه عالی داره، آموزنده، اجتماعی، توابعد از هر نگاهی که بگویی بهتر است. رادیو در نزدیک به نیم قرن گذشته توانسته جایگاه خوب در افغانستان برخوردار باشه، به دلیلی که در بیشتر از نقاط برق نبوده و رادیو وسیله قابل دسترس در قلم، تلفن همراه، موتر، نورافگن و بقیه موارد است. دو، به دلیل فقر سواد که کمتر رسانه های نوشتاری مطالعه میشه، رادیو جایگاه خاص خود داشته. سه، در بعض از خانواده ها بنا به رسم و رواج هایی که دارن نشرات تلویزیون ها را نادرست تلقی میکنن، از همان سبب بازم رادیو هوادار خاص خودش داشته. و در شرایط فعلی هم با توجه به وضع محدودیت بر آموزش بانوان، اما رادیو توانسته تک گزینه مناسب برای فراهم آوری فرصت های آموزشی، ارائه اطلاعات بر روز درمانی و بقیه موارد برای بانوان باشه و سبب ایجاد انگیزه در نزد قشر شود. رادیوها نه تنها در افغانستان بل در سرتاسر جهان جایگاه خود دارند، اما در افغانستان بیشتر محبوب هستند.
علی رغم فعالیت رسانه‌های مجازی باز هم رادیو به تک رسانه تبدیل شده که رقابت کرده نمیتونه تمام ظرفیت هایی که در حوزه های گوناگون وجود داره با این رسانه، و بنابر این رادیو توانسته یک منبع خوب معلوماتی، خبری، تفریحی برای شنونده ها باشه. جایگاه رادیو در میان مردم هنوز هم با آن هم که رسانه های مختلف در سطح جهان به وجود آمد حفظ است، مثل فیسبوک و تویتر و اینستاگرام و همچنان تلویزیون که بعد از رادیو به وجود آمد، ولی باز هم جایگاه رادیو هنوز هم حفظ می باشه. و تلویزیون رسانه بود که ما باید هم می دیدیم هم می شنیدیم، و باید زمانی که تلویزیون می بینیم تنها همون تلویزیون رو می بینیم، دیگه کار را نمی تونیم انجام بدیم. رادیو خوشبختانه یک مزیت خوبی که داره است که ما در جریان از اینکه میتونیم کار هم بکنیم هم میتونیم رادیو بشنویم. از برنامه های مفیدی که در رادیو نشر میشه ما میتونیم در جریان کار خود بشنویم، و اگر مثال بتیم خانمای خانه را در جریان کارشان، در جریان آشپزیشان، و اگر از آقایان مثال بتیم در جریان از اینکه اونا هم کار میکنن، اگر در دوکان هستن، در تاکسی هستن، یا اینکه دهقان هستن، میتونن از همون رادیوی موترشان، از رادیوی تلفنشان، یا از رادیویی که با خود دارن میتونن استفاده بکنن. ما میتونیم بگیم که اطلاعات را مردم با کمترین امکانات میتونن توسط رادیو به دست بیارن، و بیشتر مخاطبین رادیو هم تکسیران ها هست، مردم روستا هست که در دوردسترین مناطق، حتی موقعت ها، مکان هایی که امکانات خوب برای وسایل ارتباط جمعی مثل رسانه های تصویری نیست، مردم میتونن از اونجا رادیو بشنوند و خبرهای داغ روز و جهان را توسط رسانه شنیداری بشنوند، تعقیب بکنن. بیشتر مخاطبین رادیو افراد می باشند که در ساعت شهر مشغول یک کار می باشند، اما با آن هم با گوششان شنونده رادیو می باشند. یعنی نسبت به افراد که از تحصیل بلند برخوردار می باشند، شنونده های رادیو افراد که هستند که یا اقتصادشان ضعیفتر می باشند که نتونن به موبایل یا هم تلویزیون دسترسی پیدا بکنن، و یا هم کسانی هستند که از سواد کمتر برخوردار می باشند و رادیو هم برنامه‌ای را نشر می کنه که بیشتر مخاطبین داشته باشه و بیشتر علاقمندان خاص خود داشته باشه. ما از ساعت 7 صبح که نشرات ما شروع میشه تا ساعت 11 شب برنامه‌های مختلف داریم که مخاطبین هر برنامه ما مخاطبین خودش را داره.